این هفته دروغ سنجی در نرم افزار، رپری در گیم و سینمایی در خانه. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بسیاری جهات بزرگترینش بود، اما مردم در حالی به پای صندوق‌های رأی رفتند که اعتمادشون به سیاست و سیاستمداران به پایین‌ترین سطح خودش رسیده و حالا دیگه به چالش کشیدن اساس سیستم انتخابات دیگه تعجب برانگیز نیست و طرفداران زیادی داره. دو نامزد در یک سال گذشته با مناظره هاشون و تبلیغات گسترده سعی کردن تا مردم رو به طرف خودشون جلب و رأیشون رو مال خود کنن. اما در بین حرفها، فریادها، بحثها و کارزارهای تبلیغاتی و مناظره ها مسائلی مطرح شد که واقعیت نداشت. ما داریم توی دوره‌ای زندگی می‌کنیم که اطلاعات نادرست ما را از هم جدا کرده و باعث شده روبروی هم سنگربندی کنیم. این وضع تهدیدی برای دموکراسی‌ها در گوشه و کنار جهانه. انتشار اطلاعات نادرست اونقدر زیاد شده که بعضی از سازمان‌های خبری ناچار شدن برای تایید درستی اطلاعاتی که بهشون میرسه، بخش راستی آزمایی ایجاد کنن. امروزه در جای جای جهان شرکت‌هایی درست شدن که کارشون پیدا کردن دروغه. اما با توجه به حجم زیاد اطلاعات غلطی که منتشر میشه، پا به پای این جریان حرکت کردن و راستی آزمایی همه اطلاعات کار سختیه. با دبیکا آشنا بشید. او عضو گروهی که کارشون راستی آزمایی ادعاهای مطرح شده در مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همزمان با پخش زنده مناظره ها بود. اما همه اعضای گروهش انسان نبودند. روشن کردن واقعیت از نیم واقعیت و اطلاعات کاملا غلط کار بختگیریه. برای همین او از نوعی الگوریتم هوش مصنوعی کمک گرفت. اگه بخوام درستی یه ادعا رو بررسی کنم، حداقل باید 2 تا 3 ساعت وقت صرف کنم، چون باید مطمئن بشم که به منابع قابل اعتمادی مراجعه میکنم. اما استفاده از هوش مصنوعی زمان راستی آزمایی رو کاهش میده. فکر میکنم 70 تا 80% در زمان صرف جویی میشه. اینطوری میتونیم درستی یه ادعا رو ظرف 15 تا 20 دقیقه بررسی و اطلاعات معتبر رو در کمترین زمان منتشر کنیم. اولین مناظره نامزدها فرصت خوبی بود تا این گروه بتونن از نرم افزار راستی آزمایی همزمان با پخش زنده مناظره استفاده کنند. To repeal and replace Obamacare, but you have never in these 4 years come up with a plan. ترکیب هوش مصنوعی با هوش انسان تونست 27 ادعای مطرح شده از طرف نامزدها رو در مناظره اول راستی آزمایی کنه. این نرم افزار 2 کار انجام داد. اول اینکه ادعاهای مطرح شده رو به نوشتار تبدیل کرد. تبدیل حرف به متن کار آسونی نبود و تعجبی نداشت که نرم افزار هوش مصنوعی چند جای اشتباه کنه. اما جاهایی که نرم افزار هوش مصنوعی تونست ادعاهای مطرح شده رو درست ضبط و درک کنه، ادعاها رو با اطلاعات درست یک پایگاه اطلاعاتی عظیم و هزاران مقاله از منابع معتبر مک زد. The forest fires in the west are raging now. They have burned millions of acres. در مجموع تقریباً 1/3 ادعاهای مطرح شده در اولین مناظره فقط با نرم افزار هوش مصنوعی بررسی و راستی آزمایی شد. میزان اطمینان ما 0.9. این یعنی جوابهایی که هوش مصنوعی درباره ادعاهای مطرح شده استخراج کرده کاملاً با ادعاها مرتبطه. حتی وقتی هوش مصنوعی از درست بودن یافته‌هاش تقریباً مطمئنه، دویکا یافته‌های نرم افزار رو قبل از انتشار بررسی می‌کنه. جواب‌های هوش مصنوعی برای نصف دیگه ادعاها با اطمینان کمتری ارائه شد. بنابراین دویکا باید مطمئن بشه که منابعی که این یافته‌ها از اونها استخراج شده معتبر و قابل استناد هستند. هوش مصنوعی برای پیدا کردن جواب درست 8 ادعا از 27 ادعا به مشکل برخورد و برای راستی آزمایی این 8 ادعا هوش انسان به کار گرفته شده. روند بررسی دعاوی هنوز هم کار وقتگیریه. راستی آزمایی ادعاهایی که برای اولین بار مطرح شده بین 2 تا 90 دقیقه طول میکشه.
از بنیانگذار شرکت راستی آزمایی لاجیکالی پرسیدیم آیا دیر رسیدن حقیقت همچنان به دروغ مجال میده تا تأثیر خودش رو بذاره؟ شما همه اعتبارتون رو پشت جوابی میذارید که میگه این ادعا یا درسته یا غلطه یا بر اساس اطلاعات موجود قابل اثبات نیست. مواردی بوده که دیر به درستی یا نادرستی یک ادعا میرسید. به نظرم نباید دقت رو فدای سرعت کرد. لیریک جین تازه از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده. او خوب میدونه که اطلاعات نادرست چطور میتونه زندگی ها رو به خطر بیاندازه. مادر بزرگم زود از دنیا رفت. اون توی مطلبی خونده بود که اگه از داروهایی که پزشکان متخصص براش تجویز کردن دست بکشه و به جاش یه جور عصاره مخصوص بخوره، زندگی طولانی تر و مرگ بی دردی خواهد داشت. طبیعتاً همه این اطلاعات غلط بود. فراتر از خطرهای جدی اطلاعات غلط برای سلامتی انسان‌ها، اخبار مربوط به رویدادهای سیاسی بزرگ توی چند سال گذشته لیریک جین رو به فکر انداخت که باید کاری کرد. باید کاملاً هوشیار باشیم. فارغ از نتیجه یک رویداد دموکراتیک خاص، حس می‌کنم از نظر روند کار نحوه تعامل هر کدوممون با اطلاعات آنلاین اشکال داره و تو حباب‌های فیلتر شده مختلف و اتاق‌های پژواک دیجیتالی گیر افتادیم. این شرایط نه تنها بر تصمیماتمون در حوزه زندگی شخصی تأثیر گذاشته، بلکه روی تصمیمات مهمی هم که به عنوان یک جامعه می‌گیریم اثرگذار بوده. تا اطلاع ثانوی، چک کردن و راستی آزمایی به خدماتی ضروری تبدیل شدند. تغییر اساسی وقتی اتفاق میفته که شبکه‌های اجتماعی بتونن از سرچشمه جلوی انتشار و فراگیر شدن اطلاعات غلط و ادعاهای نادرست رو بگیرن. این روزا صنعت بازی‌های ویدئویی از صنعت فیلم و موسیقی بزرگتر شده. بنابراین تعجبی نداره اگه ببینیم که بزرگترین ستاره‌های موسیقی راک اند رول و رپ توی بازی‌های ویدئویی ظاهر شدند. استورمزی امروز یکی از موفق ترین ستاره های صنعت موسیقیه. حالا او به جای خوندن روی صحنه جشنواره موسیقی گلاستنبری، کار جدیدش رو تو یک بازی ویدیویی اجرا کرده. همکارم مارک چزلاک رفته سراغ استورمزی و ازش پرسیده که چطور شد یکی از معروف ترین ستاره های رپ سر از بازی های ویدیویی در آورد و چطور شد که شکل عرضه کارهای هنری تغییر کرد. استورمزی رپر برنده چند جایزه معتبر موسیقی نماهنگ کار جدیدش به اسم رینفال رو به شکلی متفاوت اجرا کرده. این رپر محله کرویدون در جنوب لندن در این نماهنگ در نقش شخصیت یه بازی ویدیویی ظاهر شده. بازی به اسم واچ داگز لیجن که به تازگی وارد بازار شده. محور اصلی این بازی اتحاد و مقاومت و نبرد آدمای معمولی در برابر یک حکومت ستمگره. فکر می‌کنی این موضوع با دنیایی که امروز درش زندگی می‌کنیم ارتباطی داره؟ بله، این موضوع بازتاب و انعکاس دنیای فعلیه. ما آدما باید با هم باشیم. میگیری که چی میگم؟ به نظرم شبیه سازی خوبی شده. زندگی روزمره هر کدوم از ما از درکی که اونا نسبت به ما دارن مهمتره. میگیری که چی میگم؟ بازی واچ داگز لیجن از نظر بصری بر پایه آینده نچندان دور لندن طراحی شده. یه جامعه زیر نظر و زیر سلطه شرکت‌های فاسد. بازیکن‌ها از بین هزاران آدمی که توی خیابون‌های لندن هستن، میتونن هر کسی رو که بخوان استخدام و کنترل کنن و مأموریتشون رو که سرنگونی رژیمه به انجام برسونن. توی این بازی استورمزی نقش خودش رو بازی میکنه، یه خواننده رپ که توی این دنیای خیالی دیگران رو تشویق میکنه مقاومت کنن. او توی یه استودیو در تورنتو کانادا 3 روز جلوی دوربین رفته تا بتونن شخصیتش رو شبیه سازی کنن. الان دارم کجا میرم؟ حالا جی پی اس رو دنبال کن تا تو رو ببره اونجا. استورمزی داری چی کار میکنی پسر؟ چقدر بی ملاحظه. درسته، خودم میدونم بی کلن. اون پشت یه گارد سلطنتی نیست اون پایین، درست میگم؟ خیلی شبیه لندن. مخم سوت کشید. این جالبه که توی یه بازی باشه که تو خیابونای لندن میگذره. این رو بیشتر از هر چیز دیگه این بازی دوست دارم. احساس میکنم من لندنم، لندن هم منه. انگار یه بچه لندنی ناب هستم. اینجا شهر منه، عاشقشم. این بخش بزرگی از شخصیت منه به عنوان یه هنرمند.
as an artist and just my character. This is mad. این دیوونگیه. این منم، خود منم، کپی برابر است، باور نکردنیه. استورمزی تنها چهره دنیای موسیقی نیست که توی بازی ویدیویی ظاهر شده. قبل از او هم کسایی مثل 50 سنت این کار رو کردن. البته کی میتونه دیوید بویی رو فراموش کنه؟ پشت این تلاش‌ها گاهی شاید انگیزه مالی باشه، اما بعضی وقتا هنرمندا خودشون رو به سختی میندازن تا کار با یه رسانه جدید رو تجربه کنن. و این دو شکل متفاوت هنری نقاط مشترک هم دارن. استفاده از موسیقی برای اعتراض تاریخی طولانی داره و خیلی از هنرمندا سعی کردن افکار عمومی رو راجع به موضوعهای مختلف جامعه حساس کنن. فکر میکنی بازیهای ویدیویی هم این قدرت تاثیرگذاری رو دارن؟ 100 میلیون درصد. من فکر میکنم هر زمینه هنری توی هر رشته و فرم و رسانه‌ای میتونه به هنرمند کمک کنه تا صداش رو در برابر بی‌عدالتی بلند کنه و محکی برای سنجش راستی از ناراستی باشه. مخصوصاً بازی‌های ویدیویی که طرفداران نجومی داره. به نظرم 100% مؤثره. مخصوصاً توی این دوره که میشه از هر ابزاری توی هر زمینه‌ای برای بلند کردن صداتون استفاده کنید. از موسیقی و بازی بگذریم، بورسیه دانشگاه کمبریجت در جریانه. موقعیتی که داری چقدر برای پیشبرد کارات کمک کرده؟ من واقعا آدم خوش اقبالی بودم. احساس میکنم توی زمینه‌های زیادی فرصت برام فراهم شده و وظیفه و مسئولیت خودم میدونم که هرچی به دست آوردم رو با دیگران قسمت کنم. فکر میکنی یه جای کار مشکل داره و چیزایی هست که ما باید راجع بهشون یکم بیشتر یا احتمالاً یکم متفاوت‌تر فکر کنیم؟ این کارا برای اینه که نابرابری و بی‌عدالتی رو که توی این جامعه و جوامع دیگه هست برطرف کنیم. میگیری که چی میگم؟ هنرمندا یا افرادی که روی مردم نفوذ دارن، هدفشون اینه که دست کسانی که به کمک احتیاج دارن رو بگیرن و اونا رو بالا بکشن. از پرفروش‌ترین خواننده‌های گرایم و رپ تا ستاره جشنواره گلاستنبری، استورمزی حالا وارد دنیای بازی‌های ویدیویی شده. بچه جنوب لندن همچنان می‌درخشه. این هفته سازنده گوشی‌های چینی اوپو یک نمونه مفهومی از گوشی رو به نمایش گذاشت که نمایشگرش به تبلت تغییر شکل میده. آمازون در آمریکا فروش داروهای نسخه‌ای رو اونم با تخفیف زیاد آغاز کرد. و برای دومین بار در سه هفته گذشته مدیران عامل توییتر و فیسبوک به اعضای سنای آمریکا در مورد عملکرد شرکت‌هاشون در انتخابات اخیر آمریکا توضیح دادند. و در حالی که شمارش آرای انتخابات آمریکا همچنان ادامه داره، فیسبوک در اقدامی جداگانه ممنوعیت تبلیغات سیاسی رو برای حداقل یک ماه دیگه تمدید کرد. این هفته برای ایلان ماسک مدیر عامل تسلا هفته پرحادثه‌ای بود. تست کرونا آقای ماسک مثبت شد. با رسیدن ثروتش به 15 میلیارد دلار از مارک زاکربرگ پیشی گرفت و سومین ثروتمند دنیا شد. تسلا در شاخص S&P 500 پذیرفته شد. و شرکت فضایی اسپیس اکسش 4 فضانورد رو به ایستگاه فضایی بین المللی رسوند. در این سفر کپسول دراگون در ایستگاه فضایی پهلو گرفت و مسافرانش به 3 فضانورد ساکن ایستگاه پیوستند. پژوهشگران دانشگاه مریلند موفق شدند حسگرهای لیدار جاروبرقی روبراک شیائومی رو هک کنند و سیگنال‌های آکوستیک اتاق رو دریافت کنند. اونا موفق شدند به کمک روش‌های یادگیری عمیق اطلاعات صوتی رو از کلاد استخراج و اونها رو پردازش کنند. و در آخر گروهی از دانشگاه شهر هنگ کنگ موفق شدند با استفاده از یک اسپری مغناطیسی شبیه چسب اشیایی مثل یک قرص رو به ربات‌های مینیاتوری تبدیل کنند که با آهن رو با کنترل و داخل بدن هدایت میشن. شیء مغناطیسی شده با استفاده از محیط آهن رو با یه اطرافش میتونه غلط بزنه، بچرخه و بخزه. با این روش میشه به نقطه خاصی از بدن دارو رسوند یا سوندی رو در داخل بدن هدایت کرد. با فناوری واقعیت افزوده احتمالاً آشنا هستید. ترکیب دنیای اطراف ما با خروجی کامپیوتر. بعضی از بازی‌ها ازش استفاده می‌کنند. احتمالاً پوکمون گو رو می‌شناسید. اما این بار
شرکت نینتندو رفته به سراغ واقعیت افزوده تا از اون در یکی از بازیاش استفاده کنه. همکار ما کریس فاکس رفته تاتوی ماجرا رو در بیاره. همزمان که شرکت مایکروسافت و سونی بر سر نسل جدید بازی‌های ویدیویی با هم رقابت دارند، شرکت ژاپنی نینتندو مشغول بازی دیگه‌ای بود. نینتندو گفته بیخیال بازی‌های با کیفیت معمولی و رفته سراغ شبیه‌سازی پیست ماشین‌های مسابقه با فناوری واقعیت افزوده. این بازی واقعیت افزوده ماریو کارت کار شرکت نینتندو است که خونه‌ها رو به پیست مسابقه تبدیل می‌کنه. شیوه اجرای این بازی هوشمندانه است. این خودروهای مسابقه دوربینی دارن که تصویر اتاق نشیمن شما رو به کنسول بازی نینتندو منتقل میکنه و شما از این کنسول به عنوان دستگاه کنترل از راه دور استفاده میکنید. توی جعبه 4 تا دروازه مقوایی هست که میتونید تا جایی که فضای اتاق اجازه میده در 4 طرف بچینید تا مسیر مسابقه مشخص بشه. نرم افزار این بازی میتونه با تشخیص دروازه ها مسیر مسابقه رو براتون ایجاد کنه. موانع مقوایی با پکانهایی که ادامه مسیر رو نشون میدن میتونن به شما در مسیریابی کمک کنن. نرم افزار اینها رو هم تشخیص میده و با اضافه کردن انیمیشن فضای مسابقه رو تکمیل میکنه. بعد از اینکه راهش انداختین و قلقش دستتون اومد، خیلی شبیه بازی ماریو کارت معمولیه. ایده‌ای هستن که با شما توی مسابقه رقابت میکنن. گزینه‌هایی هم دارین که قدرت خودتون رو زیاد کنین یا سلاحایی که بتونین باهاشون بقیه رو هم از میدون بدر کنین. انگار دارید از نگاه یه موش اتاق نشیمن خودتون رو میبینید. میتونید تا 4 تا خودرو استفاده کنید و چند نفره با هم مسابقه بدید. البته به جای بیشتری احتیاج دارید و برای هر خودرو هم باید یه کنسول نینتندو داشته باشید. اینطور که پیداست برای این بازی باید کمی جا داشته باشید. لازم نیست فضای خیلی زیادی باشه. یه اتاق نشیمن معمولی هم کارتون رو راه میندازه، اما چشمانداز همین فضای کوچک توی نمایشگر شبیه پیست اتومبیل رانیه. در واقعیت خودروی مسابقه شما داره توی اتاق به آرامی حرکت میکنه. این خودرو میتونه از پیچ‌های تیز هم عبور کنه. با این مزیت میتونید پیست مسابقه رو توی یه اتاق کوچک هم برپا کنید. البته جای بزرگتر بهتره. نرم افزار این بازی محدودیت‌هایی هم داره. همه امکانات زیاد کردن قدرت خودتون ممکنه اونطور که توی بازی ماریو کارت معمولی تجربه کردید کار نکنه. مثلا نمیتونید چند تا موز پشت خودروی مسابقه بندازید تا خودروی رقیبتون سر بخوره یا از شما در برابر گلوله محافظت کنه. بولت بیل شما رو توی مسیر مسابقه به طور خودکار هدایت میکنه که این مزیت خوبیه، اما نمیتونه موانع رو از سر راهتون برداره. بنابراین خودتون رو برای تصادف‌های زیاد آماده کنید. در واقع لایه واقعیت افزوده موانع رو کنترل نمی‌کنه. لایه واقعی مسیر مسابقه روی لایه تصاویر بازی قرار گرفتن. بنابراین توی این بازی وقتی مسیر مسابقه باید پشت پایه میز ناپدید بشه، این اتفاق نمی‌افته و بیشتر از اونی که انتظارش رو دارید باید منتظر تصادف باشید، که خب این هم بخشی از جنون این بازیه. پرسش اصلی راجع به بازی‌های واقعیت افزوده اینه که کاربران بعد از اینکه تب اولیه بازی خوابید چقدر از اون راضی هستن. خیلی از کسایی که هنوز پوکمون گو رو بازی میکنن میشناسم که دوربین AR بازی رو خاموش کردن. با اینکه گزینه خوبیه، اما در نهایت چیز زیادی به بازی اضافه نمیکنه. به نظرم بازی واقعیت افزوده نینتندو هم همین سرنوشت رو داره. اما مثل بقیه بازی های واقعیت افزوده، این پرسش پیش میاد که آیا این بازی از بازی اصلی بهتره؟ فکر میکنم جواب منفیه. این بازی از بازی ماریو کارت اصلی بهتر نیست، فقط متفاوته. پیش بینی این که تقاضا برای این بازی هم مثل بازی اصلی ماریو زیاد باشه سخته. ماریو کارت پرفروشترین بازی شرکت نینتندو است و محبوب ترینشون. این روزا به خاطر کرونا دیگه نمیتونیم مثل سابق هر جایی که دلمون میخواد بریم. بنابراین خونه علاوه بر اینکه خونه است، تبدیل شده به محل کار، محل بازی، باشگاه ورزشی و همینطور سینما. همکارم سعدی آیره نگاه انداخته به بعضی از تازه ترین پروژکتورهایی که میتونن به سینما شدن خونه کمک کنند. پروژکتورهای زیادی تو بازارن که وعده تجربه مثل سینما در خونه رو میدن، ولی دستگاه‌هایی هم هستن که کارایی متفاوتی دارن یا روی قابل هم بودن تمرکز کردن. تا همین چند وقت پیش تصور این که یک پروژکتور بتونه هر سطحی رو تبدیل به یه صفحه لمسی مثل تبلت کنه یه ایده علمی تخیلی به نظر میامد، اما در حقیقت این کاریست که هچ اینفینیت داره درست انجام میده. پروژکتور هچ اینفینیت M1 رو میشه با اشارات دست کنترل کرد. اشیا رو هم میتونه تشخیص بده. توانایی جالب دیگه‌اش چیزیه که بهش میگن تشخیص اسکلت. امکانی که باهاش میتونه یه سطح رو تشخیص بده و روش فوکوس کنه و به تماس لمسی انسان پاسخ بده. راستش من اولش به دقت این صفحه کلید خیلی امید نداشتم، اما وقتی باهاش کار کردم دیدم خیلی خوب کار میکنه.
سیستم عامل این پروژکتور اندرویده، ولی میشه هم به محصولات اپل و هم اندروید وصلش کرد. به جز امکان جستجو در اینترنت، میشه از اپلیکیشن ها و بازی های خود سیستم هم استفاده کرد. یه بازی آموزشی مجهز به هوش مصنوعی هم داره که حروف و اشکال رو تشخیص میده. بخش آشپزی، نرمش و بدنسازی هم قراره به این پروژکتور اضافه بشه. ادعا میشه این سیستم میتونه با ردگیری حرکات بدن بگه تمرین هایی که انجام میدین درسته یا نه. در ضمن میتونین ازش برای نمایش روی دیوار استفاده کنین. اگرچه وقتی این کار میکنین دیگه امکان کنترل لمسی ندارین و باید از کنترل از راه دور استفاده کنین که اونم در تجربه من درست کار نکرد. مهمونی؟ نه، این یه فلاسک نوشیدنی نیست. یه پروژکتور شورت ترو یا به اصطلاح فاصله نزدیک 4K و تقریبا هر چی که لازم دارین توش تعبیه شده. استریم میکنه، بلندگوهای با کیفیت بالا داره و حتی میتونین از طریق الکسا یا گوگل هوم یا استفاده از صدا تنظیمش کنین. ویوسونیک اکستن 4K با بیش از 8 میلیون پیکسل تصویر زنده و درخشانی تا 120 اینچ تحویل میده. بلندگوهاش صدای خوبی دارن، اما شاید در حد و اندازه تصویری که پروژکتور تولید میکنه نباشن. راستش اما تنظیم این دستگاه که انقدر امکانات داره یه خود پیچیده است. به نظرم مهمترین ویژگیش اینه که یه پروژکتور 4K قابل حمله. در ته جدول این یه پروژکتور GB که میشه مستقیم به وایفای یا گوشی وصلش کرد. میتونین عکساتون رو به صورت اسلاید نمایش بدین یا ازش به عنوان یه بلندگو استفاده کنین. البته با توجه به اینکه قیمت ویوسونیک M1 مینی پلاس 1/10 اکثر پروژکتورهای موجود در بازاره، نباید خیلی ازش انتظار داشت. راه اندازیش ساده است. با یک گردونه برای فوکوس و امکان پخش انواع فایل ها. با اپش مشکل داشتم، اما کیفیت صداش قابل قبول بود. دستگاه همه کاره‌ایه و به نسبت قیمتش خوبه. من یکی مال بچه هاست و یه سامانه برای والدین هم داره. پدر مادرها میتونن اون چیزایی که بچه ها دارن میبینن رو نگاه کنن و نذارن اون چیزی که نباید رو ببینن. و به علاوه یه حسگر هم داره. اگه بچه در 60 سانتی جلو این بیاد نور قطع میشه و از چشمای کوچولوش حفاظت میشه. همه خدمات استریمینگ در انکر نبیل استرو تعبیه شده. همینطور میشه با HDMI, USB-C یا بلوتوث به دستگاه دیگه وصلش کرد و تصویری تا 100 اینچ داشت. خلاصه دستگاه کوچیک ولی خوبیه. راه انداختنش آسون بود و اپ استریمینگش واقعا خوش ساخته. کیفیت تصویر خیلی واضحه و راستش صدا هم برای این بلندگوهای کوچیک قابل قبوله. ولی قیمتش خیلی زیاده و به نظرم برای دستگاهی که مخصوص بچه هاست یه خورده گرونه. در مجموع به نظرم این دستگاه ها میتونن اغلب با هزینه‌ای به مراتب کمتر از تلویزیون های امروزی تصاویر بزرگتر و قابل قبولی ارائه بدن و در این ایام خانه نشینی اجباری برای بچه ها رو سرگرم کنن. شب آتش یا شب گای فاکس یک جشن سالانه در بریتانیا است که سابقه تاریخی داره و حالا توضیح چگونگیش در این برنامه نمی گنجه، اما حاصلش اینه که در ماه نوامبر شبهایی است که مردم آتش بازی می کنند و ترقه می ترکونن و فشفشه هوا می کنند. آثارش این دور برم می توانید ببینید. اما این وسط یه نفر به جای این کار با لیزر نمایشی تماشایی را انداخته. انگیزه سبلی دلیل، کارشناس لیزر، از این نمایش قدردانی از تلاش و زحمات پزشکان و پرستاران و کارکنان بخش بهداشت عمومی بریتانیا بابت مبارزه با ویروس کرونا بوده. بعد از اجرای آزمایشی، این نمایش تماشایی فضای شهر لیدز در شمال انگلستان رو روشن کرد. 25 لیزر روی ساختمان‌های اطراف نصب شدند تا با نورافشانی در آسمان حال و هوای مردمی رو که به علت شیوع کرونا در قرنطینه هستند عوض کنه. سازنده این رقص نور همه نرم افزارهای کنترل دستگاه رو خودش ساخته. بخش جالبتر ماجرا اینه که مردم میتونن با ایجاد حساب کاربری در یک وبسایت کنترل لیزرها رو به دست بگیرن، رنگ نورها و جهت تابش اونها رو هم عوض کنن. این نورها از حدود 16 کیلومتر دورتر هم قابل دیدن هستند. همزمان با اومدن پاییز و زمستون که شهرهای بیشتری در تاریکی غرق میشن، سازنده این رقص نور امیدواره بتونه آسمون شهرهای بیشتری رو با نور با آتیش بکشه. و
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از روی توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد و موضوعاتی نو. بدرود و خدا نگهدار.